یکشنبه دوم اکتبر به دعوت فعالین حقوق زنان در استکهلم و در حرکتی جهانی به حمایت از زنان ایران، اکسیونی اعتراضی در مینتوریت استکهلم با شرکت تعدادی از ایرانی های آزادیخواه و فمینیست و تعدادی از مردم سوئد برگزار شد. در این اکسیون سیسیلا بلانکو فمینیست از فعالین جنبش زنان سوئد، از یک خانواده مبارز آمریکای لاتین، آتنا فرهزاد از شاعران سرشناس و اکتیویست، فتانه فرهانی استاد دانشگاه و فمینیست، عایشه دیدار از فعالین شورای زنان کرد در سوئد در حمایت از زنان ایران سخنرانی کردند و شعارهایی که مردم در کف خیابانهای ایران فریاد می‌زنند، زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، اتحاد اتحاد، فاشیست را نابود می‌کنیم، کی الان کی الان، و شعارهایی به زبان سوئدی و انگلیسی همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کردند. طاهره سجادی از فعالین حقوق زنان افغانستان در سوئد بیانیه انجمن برابری اجتماعی زنان افغانستان را قرائت کرد. در بیانیه گفته شد ما در کنار هم و برای به دست آوردن حقوق خود از پا نخواهیم نشست و حکومت‌های دینی مستبد و ضد زن را سرنگون خواهیم نمود. We women in Afghanistan and Iran have nothing to lose except our fears and chains. We are the occupied land of patriarchy, ideology and fundamentalism. Jina Amini is the code name of the future revolution, the revolution that is happening in the streets of Iran these days, a revolution that has been ignited by Afghan women. هی علی گوفا افتراد جینا مهزا امینی مردد از آسید لیکیت پولیسن ارشاد او پروتسترد او پروتستن از پریت سوول ای سوم اوتان فور ایران برید ایرانیر انونده تویتر میره نونسین مونگا تویت برید می ات برتا اون ورفر منی خور هار گوت اوت پا گاتنا او پروتسترد مود فتانی پرهانی به تاریخچه حزب زنان ایرانی از شروع انقلاب تا کنون پرداخت. از دارابی ها، نرگس محمدی ها و دیگر زنان راه آزادی سخن گفت و اینکه چگونه حکومت سعی در خفه کردن صدای زنان داشت و صدای گوگوش را بر نمیتابید گفت. از چگونگی مبارزه زنان که چگونه قدم به قدم پیش رفتن و در مقابل دیکتاتوری ایستادن و امروز روسری ها را با آتش می اندازن. همبستگی خود را با زنان و مبارزان ایران اعلان کرد. فور افر فور هیدش رلاتیره دی ولد فور شیرین عبادی مهرنگیز کار پروین اردلان سن بلفتون نه اتلم نه ایران فرد های رستن فور فاطمه سپهری سو مسین اسفرتا چادر مودی کار فش وارد کوین نوشرت ات اینت بارسلویا او بلو ارسیردی ایران فورا وکن فور زهرا صدیقی همدانی او الهام چوب دار کردیسکا کویر اکتیویسته آرزون داشت که سر بود برای زن زندگی آزادی
سیسیلا بلانکو فمینیست از فعالین جنبش زنان سوئد از یک خانواده مبارز آمریکای لاتین در هماوازی با زنان و مردان ایران میگوید اعتراضات چند هفته اخیر را هم با امید و هم با ناامیدی دنبال کردم. امید شاهد یک انقلاب فمینیستی باشیم که مبارزه برای آزادی و دموکراسی را با شجاعت باور نکردنی انجام می دهد. امید است که دیکتاتوری سقوط کند و آینده بهتر برای زنان و دختران LGBTQ و همه مردم و اقلیت‌های ساکن ایران باز شود. ناامیدی از خشونت وحشیانه که رژیم برای خاموش کردن صدای آزادی استفاده می کند. ناامیدی از دیدن این همه نوجوان که بدنشان با گلوله و ضربات تکه‌تکه شدند. من مانند بسیاری از شما امروز در اینجا ریشه در خانواده‌ای دارم که از آزار دیکتاتوری و اسارت جان سالم به در برده است. در نقطه دیگر از جهان تحت رژیم های دیگر و دیگر ستم ها. اما اکنون با آن فکر می کنم، زیرا چیزی در مورد همبستگی بین المللی به من آموخت در مورد اهمیت این که وقتی دیگران برای آزادی می جنگن نگاه نکنیم و وقتی صدایشون خاموش می شود ساکت ننشینیم. من امروز اینجا هستم زیرا به فمینیسم بدون مرز اعتقاد دارم و جایی که مبارزه زنان ایرانی نیز مال من است. وقتی حجابشون را می سوزانن، وقتی موهایشون را کوتاه می کنن، وقتی می رخصن با اینکه اجازه ندارن، همونطور که آنها شعار کردی جنجیان آزادی را سر می دهند، وقتی آنها به خوبی از شریعت سرپیچی می کنند که به خوبی می دانند که ممکن است آخرین کاری باشد که در زندگی انجام می دهند. امروز فمینیست‌ها در سراسر جهان گرد هم می آیند تا بگویند ما شما را می بینیم، ما شما را می شنویم و شما از حمایت کامل ما برخوردار هستید. ما به یاد ژینا خواهیم بود، نیکا را به یاد خواهیم آورد. ما باید حدیث و غزال و متاسفانه تعداد بسیار زیادی که از ما گرفته‌اند به یاد بیاوریم. پیام آزادی و برابری آنها برای همیشه از طریق ما بازتاب خواهد داشت. می‌خواهم به نقل قولی از یک آهنگ مبارزه فمینیستی از آمریکای لاتین پایان دهم که میگوید اگر یکی از ما را لمس کنید همه ما پاسخ میدهیم. متشکرم برای اینکه شما اینجا هستید. Jag har glädjen att presentera vår nästa talare, den enormt begåvade och inspirerande poeten Athena Farrokhzad. Välkommen. سلام زینا جون. ممنون. زینا جون شما امروز که این اکسیونی که از طرف فمینیستا بوده حضور داشتین و در تمام مدت با این فرمی که تنکیمه داشتین در واقع وایستاده بودین و اون خستگی دستتون رو من کاملا احساس میکرد. میشه در مورد این پرفارمنسی که انجام دادیم بله. توضیح بدیم برامون؟ بله حتما. اولا که ممنونم ازتون بابت این مصاحبه و اینکه اینجا هستیم الان و این پرفورمنس برگرفته از شعاری هستش که زنان سرزمین من تو ایران دارن میدن، زن زندگی آزادی. اسمی نیستش که من انتخاب کرده باشم، اسمی هستش که شما انتخاب کردین. زنان دوستای من، مادران و خواهرانی که تو کشور ایران هستن الان دارن این شعار رو استفاده میکنن. این یک پرفورمنس 2 ساعته هستش، پرفورمنس سکوت هستش. من واقعیتش رو بگم، هر چی گشتم
دیدم من چی میتونم بگم، چه کلمه ای قوی تر از این شعاری، چه حرفی من میتونم بزنم. حرف رو دارن میزنن تو خیابون ایران، زنان سرزمین من دارن در مورد این صحبت میکنن و من به احترام اونها، به خاطر اینکه من خودم رو داغدار میبینم، من خودم رو غمگین میبینم، من خوشحال نیستم، به خاطر اینکه خواهر من، مادر من، خواهران من تو ایران الان دچار مشکل هستن. برای همین وظیفه خودم دونستم که این کار رو انجام بدم بدون هیچ تبلیغی، بدون اینکه بخوام به کسی خاصی تماس بگیرم بگم من اینجام، سلام، منو ببینید. نه، واقعا وظیفه هنری خودم دونستم. من 12-13 سال هستش که کار آرت حالا یا دیزاین انجام میدم و تنها کاری که هدیه‌ای و اون به قول معروف شمپا، اون مبارزه‌ای که من میتونم در حد خودم از اینجا دست خالی تنهایی برای یک گروه عظیمی از زنان و مردان که در ایران هستن، این تنها کاری بود که دست من برمیاد و واقعیتش اینه که خیلی خوشحالم که حداقل استقبال شده، نه از من، از این پرچم که برای شماست، که شما طراحی کردین، که شما اسمش رو انتخاب کردین. من کاری نکردم، فقط این لباس رو طراحی کردم و این پرچم و یه ایده‌ای بودش که فکر می‌کنم وقتی که آدم خیلی آرتیست، وقتی که خیلی خورده ناراحت هستن، حالا یه خودتون یه ایده‌ای به ذهنشون میرسه، این هم منم جزئی از اونا و قسمتی از یک حرکت عظیم هستم. بهون یک جوونی که امروز شما رو می‌دیدم در این حال واقعا برام لذت بخش بود. ممنونم. کاملا احساس می‌کردم جوونای ایران رو که این روزا تمام فکر و ذکر همه ما اون جوونا هستن که در کف خیابون هستن. بله. چه ارزیابی هستن از اون حرکت جوونا در اون جامعه داریم؟ به وجد اومدم. این شاید کلمه درستی نباشه، چون وضعیت زیبایی نیست، وضعیت غمگینی هستش، ولی من خودم شرمنده شدم به خاطر اینکه این همه استقامت، این همه بزرگی، این همه شجاعت، واقعا من نمیدونم اون شجاعت از کجا آوردن. شاید برای من سواله که من اگر الان توی ایران بودم آیا میتونستم تو جایگاهی باشم که اونا هستن؟ و واقعا دست مریضات دارن، واقعا به من درس یاد دادن، من ازشون یاد گرفتم که اوکی من الان باید دارم این کارو بکنم. مرسی. چه پیامی براشون داری؟ ادامه بدین برای خواسته هاتون تو زندگی، هر چیزی که هست بجنگین، چون من جنگیدم 12 سال تنهایی، کاملا تنها. ولی اونجا خب شما یه خواسته دارین که واقعا خواسته منم هست، چرا من نباید تو ایران زندگی کنم و بخوام کارم رو خیلی آزاد تو کشور خودم انجام بدم؟ چرا باید تبعید نیستم، ولی چرا باید کشور دیگه باشم؟ خیلی خوب سفر کردم، ولی زندگی کنار خانواده چیزی هست. شما برای چیزی می جنگین که من مجبور شدم به خاطر نداشتنش الان اینجا باشم. ازتون ممنونم، چون واقعا ما کنار هم هستیم، اصلا مهم نیست زن، مرد، پیر، جوان، سن مهم نیست، دارید کاری رو انجام میدید که حتما در تاریخ ثبت خواهد شد، مطمئنم. مرسی از شما. ممنونم. ممنونم از شما. برای سنگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای گله‌های بی‌وقفه. شده هاش اندادی توب درم بار در چین نور انده تیر تهران وی در فیسکه ها راست. جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی. روپای دستیستا باسکه دیارا ویسکه کروسا فاشیسمن اله هر بس این و سه هکتی کن باسکه دیارا کروسا فاشیسمن، باسکه دیارا Jin Jian Azadi Jin Jian Azadi
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، تک کوننا لیو فریهت، فریدم بی فریهت، وومن لایف فریدم، وومن لایف فریدم. مارون حالت خوبه؟ امروز دیدم که شما تو این تشکلی که در واقع اکسیونی که فمینیستا گذاشته از طرف فمینیستا گذاشته شده شرکت کرد و خب جوانایی مثل تو امروز شرکتشون خیلی زیاد بوده. میخوام ببینم نظرت اصلا در مورد جوانایی مثل شماها که الان در کف خیابان در ایران هستن چیه؟ ارزیابیت اصلا از شرایط ایران چیه؟ جوانایی که الان اونجا هستن هم همسن منن، هم میتونستن بچه من باشن. من با خیلی مثل من بیرون از ایران با وحشت، با amazement، چی میگه آدم؟ amazement، یعنی فکر میکنیم واو اینجوری نگاه میکنیم، با تعجب به این شهامتشون نگاه میکنیم، به این در کنار هم دست به دست هم بودن نگاه میکنیم، به اینکه تمام ایران از من نمیدونم همه شهر مختلف ولی از نمیدونم کردستان و بلوچستان و شیراز و تهران و دیگه اصلا نمیدونم اسمای دیگه ای، همه اینا در کنار هم دارن این شعار میدن زن زندگی آزادی. اصلا برای ما خیلی، اصلا تو دنیا خیلی این مخصوصه. نگاه میکنم بهشون افتخار میکنم، نگرانم براشون، با همه کاری میکنم برای اینکه بتونیم ماها صدای اونا باشیم که صداشون خاموش نشه. اینه این حسامه. ما توی خانواده بزرگ شدی که به سیاسی بودن پدر و مادره و مجبور شده بودن ایران رو ترک کنن. بله. ارزیابی که خودت داری از ایران چی هست؟ کلا فکر میکنی که آیا به انقلاب خط کشه پیروز بشن بچه ها؟ پیروزیشون چجوری میبینی؟ من به اونا گوش میدم، یعنی خیلی ها بحث الان دارن میکنن مثلا واقعا اونجا چیزی میشه یا چیزی نمیشه. من فهم کنم مهم اینه ما باید گوشمون فقط به اونا باشه، فقط چشامون به اونا باشه. ما بخوایم فکر کنیم که میشه و نمیشه اصلا مهم نیستش، اونا رو همراهی بکنیم به جوری که میتونیم، چون مبارزه اونا واقعا مبارزه ما هم هستش. با سعی بکنیم که تا آخرین قدمی که اونا برمیدارن نذاریم که صداشون خاموش بشه، چون بعضی وقتا این بحثا هم میتونه اونا رو، صدای اونا رو خاموش بکنه که آدم بگه که نه خب بالاخره هیچی نمیشه اونجا. چرا نشه؟ اونا الان دارن نشون میدن که میخوان، با همه کار دارن میکنن برای آیندهشون، خب ما هم در کنار اونا هستیم. اینجوری فکر میکنم. Ni som kämpat för yttrandefriheten och rättvisan. Vi är konstnärer och kulturarbetare. Många av oss med rötter i de gator som ni nu har tagit tillbaka. Som vill ropa ut att alla ni har varit fulla stöd. Vi backar er. I er kamp finns vår kamp. Och vår oändliga tacksamhet. Vi sprider era ord, värdar era rop. Vi använder dem som bränsle när vi kräver våra regeringar att de ska agera. Ingen är fri förrän alla är fria. Jin jiyan azadi. Jin jiyan azadi. Zan zendegi azadi. Zan zendegi azadi. Jin jiyan azadi. Jin jiyan azadi. Zan zendegi azadi. Zan zendegi azadi. Tack. Tack. Azadi. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی. نه گل اسب نورا اورد فرمان فانتاستیک آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی. از دست گرفت روپا دنسیستا. Vad ska vi göra? Vi ska krossa fascismen, eller hur? Då säger vi så högt vi kan. Och vad ska vi göra? Krossa fascismen! Vad ska vi göra? Krossa fascismen! Vad ska vi göra? Krossa fascismen! När? Nu! När? Nu! När? Nu! Tack så jättemycket. Tack så mycket.